امید معماریان روزنامه نگار از دیترو تمرو مرسن خوش آمدین آقای معماریان این سکوت 68 روزه بایدن با در ارتباط با اسناد موجود در منزل و دفتر شخصیش میتونه چه تبعاتی برای خودش و دموکرات ها داشته باشه به نظرم هزینه سیاسی زیادی برای دموکرات ها و آقای بایدن خواهد داشت مسئله اصلی این هستش که برحال خب دموکرات ها میگن که یا تیم آقای بایدن میگه که ما از همون زمانی که در واقع این مدارک یافت شد یعنی چند روز بعدش مدارک رو به مرکز اسناد ملی فرستادن در تماس دائم بودن با اونها با وزارت دادگستری همکاری کردن و درخواستهای اونها رو اجابت کردن ولی مسئله اصلی این هستش که افکار عمومی نیازمند این هستش که بدونه که چه اتفاقی افتاده که اتفاق افتاده و این اطلاعات رو به صورت مستقیم از کاخ سفید آمریکا بگیره به علاوه در طی یک سال گذشته به حال بحث پیدا کردن اسناد در محل زندگی دونالد ترامپ مطرح بوده این کار به جاهای خیلی باریک کشیده شکایت و به شکایت و هجوم به منزل شخصی آقای ترامپ منجر شده بنابراین خود این مسئله وقتی که داشت اتفاق می افتاد تیم آقای بایدن دائما از بر حال مسئولیت پذیری و شفافیت و اینا صحبت میکردن و حالا در موقعیتی هستن که مشخص هستش که قطعا حداقل شفافیت رو نداشتن اون چیزی که خودشون انتقاد میکردن در واقع اونو نداشتن من از این جهت تو یک محضور اخلاقی جدی هستش به نظر من یک استاندارد دوگانه رو در خصوص این مسئله نشون میده و میتونه که براشون هزینه هزینه باشه و بعد دید که در طی های آینده کار بازپرس ویژه به کجا خواهد کشید تحقیقات به چه جزئیاتی بیشتری منتشر خواهد کرد و تاثیرش روی فضای سیاسی آمریکا چی است آقای مماریا فکر این در مقایسه با مورد مشابهی که برای ترامپ اتفاق افتاد های آمریکایی و افکار عمومی به یک شدت دارن واکنش نشون میدن قطعا متفاوت هست ماهیت دو تا پرونده متفاوت هست به خاطر که میزان به حال اطلاعاتی که در در پرونده های ترامپ مطرح بود خیلی زیادتر بود دوم این که به حال ماها یک کش و قوسی با اف بی آمریکا داشت در خصوص اینکه ای مدارک بهشون بده و در وقتی که مثلا اعلام کرد که مدارک همه رو, هم رو بهشون تحویل داده و اینها مشخص شد که بسیاری از مدارک تحویل داده نشده منجر به حمله به خونهشون شد ولی مسئله اصلی ماهیتش فرق داره از نظر شکل و فرق داره ولی مسئله اصلی بازم هم میگم همون مسئله شفافیت هست بحث پاسخویی هست که در هر دو مورد به نظر من خوب سوال برانگیز هست اون چیزی که به حال افکار عمومی به نظر من الان هر شما در گزارش هم اشاره کرد که دموکرات ها هم خواستار این هستن که این تحقیقات انجام بشه مسئله اصلی این هستش که اون چیزی که دموکرات ها توی مسئله به نظر من میبازن این ادعای اخلاقی هستش که میکنن در خصوص شفافیت و پاسخویی و صحبت کردن با مردم که به نظر من چه مدرک حالا یه دونه باشه چه پنج تا باشه در این خصوص به نظر من با ضعف عمل کردن بر قطعاً تفاوتی وجود داره ولی به نظر من بیشتر رسانه ها متوجه این مسئله هستن و متوجه اعتماد مردم هستن و من امروز خودم یک چند تا گزارش خیلی مفصل در مورد جزئیات این گزارش در مورد جزئیات مسئله خودم که نشون میده که رسانه ها میخوان که پوشش بیشتری بدن و یک جوری به قول معروف کاخ سفید رو خجالت زده بکنن به خاطر اتفاقاتی که در طی دو ماه گذشته افتاده